جناب ما نوکرتم دیگه نگاه کن به خدا داداشون دست من نوکر آقا ما چهار تا بچه داریم درست نیست دیگه ما مهمونتون ما قربونت برام دیگه شما ورزشکار یا معتادی ما ورزشکار یه چند تا بشین باشو ورزشکار یا ماشاءالله چرا اومدی رو سرم داداش چرا دل دعوت شد آقا هول میکنه آدم دیگه ما داداش مهمونتون قربونت برام چی کاری با ما میکنی مالی شما سوء تفاهم برات پیش اومده شما بگو من به نظر من هیکلت ورزشکاره یه چهار تا حرکت ورزشی بیا چند فیگور میگم بگی ماشاءالله نه این اصلا سلام سلام علیکم خیلی مخلصیم رضا ژاپنی هستم به همراه مهدی قربت مشهد داش مهدی دیگه همه میشناسید عشق منی فدات بشم امروز داش مهدی اومده بابل مهمون ماست اون سری هم که ما زحمت دادیم بهش مشهد حالا بتونیم ایشا رو بهش جبران کنیم به همون سنگ تمام گذاشته بود دورت بگم فدات بشم اومدیم اینجا پسر عموش اگه فکر کنم آقا مسلم مسلم پسر عموم بام اومده خیلی هم ترس داره ببین چی کار فقط سته نکنه خدا کنه تو ماشین نشسته پسر عموش بعد مهدی گفته یکی از اصلا هم اینستاگرام نداره من ترس این داشتم آقا کلیپای ما رو نیده باشه گفته اصلا علی اینستاگرام گوشیش هم حتی از این معمولیات لمسی نیست ماربازی ها آره مهدی هم که دستبند و دستبند کو اینا دستبند و چی خوابی دیدیم برات پسر عمو جان دستبند و بیسیم همه چی داریم میخوایم بریم بگیم که ما ماموریم اومدیم به سر و قیافه مهدی رو دیدیم شک کردیم میخوایم تو ماشین رو بچرخیم بعد پسر عموشو اذیت کنیم سته اینم آدامسه الکی تو توش یه چیز گذاشتیم بگیم که مثلا توش مواد فلان گل شیشه است بگیم این چیه تو ماشین مهدی بگه من در جریان نیستم چرا همراهت میذاری فلان و اینا اذیتش کنیم دیگه بگیم ما ماموری میخوایم ببریم تو شهر غربت ببینیم ریاکشنش چیه واسه لوازم ما نمیخوای بگی اونا آقا اینا همشون فیک ها همشون فیک اصلا بازی بروژی تو مشهد خریدیم فردا نگیم چه خبره آقا با ما باشید دمه دمشو ببینیم بشیم سلام بگیرم چهار تا سلفی خوشیه الو داداش رضا خوبی؟ ما تو پارکیم داداش تو پارک بابلیم دیگه بیا ما پسر آره پسر عموم هم با همه ما میخوام بریم داداش دورت بگردم منتظرتم داداش بیا که اینجا یک سه چهار نفر با ماشین های ناشناس داداش میان آره فکر میکنم معمول باشه بیا که ما بریم دورت بگردم خداحافظ بیا بشیم تشا قربت تمام تمام بیا بشین بیا بشین زمان نشون بودیم داره تشا قربت یه قشنگ بزنیم بیا تیغ بران گر به دستت داد چرخ روزگار هرچه میخواهی ببر اما نبر نان کسی چه شاقربت تمام تمام سلام علیکم سلام علیکم سلام خسته نباشی بفهم نیرو بفرستن بچه کجا بفرستن بچه کجا حالا وایسا جناب از همون سوال کن بعد بگو ماشین گشت بفرستین بچه کجا بچه مشهد مشهد بچه مال امام رضا این سخت نمیگیریم بهتون دستتون درد امروز روز این تتوها چیه؟ تتوهای خوشگل رو صورت دادی؟ پاک میشه انشالله پاک میشه آره خب بابل چی کار میکنین؟ جاتون خالی اومدیم یک دوره بزنیم اینجا فکر کنم اون بچه های گمه بودن اینجا محموله بفروشن همینان نه داداشی سرمو امید تو قربت نمیشه شما با شما صحبت کردم ببخشید من با ایشون حرف میزنم ببخشید معذرت تشریف بیار الان کارشناسایی چیز نداری جان؟ کارشناسایی نمیخوای بهمون نشون بدی؟ کارت هم به شما نشون میدم چشم بفهم اینجا؟ بفهم دست رما برکن بیا بگرد دیگه جنا دارم میشرخن دیگه خار... قدرت نمایی میکنی؟ بفهم بیا معموله رو فروختیم چی جناب بیا بفهم نه شما که ما تو پارک بودیم جناب اومدیم از تهران عروسی بودیم بفهم تو کیف جا گذاشتی حتما نه بابا چی دو بود شواشی عروسی بود فندک برای چی؟ سیگار بود فقط سیگار انشالله خیر مشخص میشه بریم ستات همه چی مشخص میشه ستات بریم ستات چی کار حالا پیدا میکنم بشکن
نه این قضا به قیافش هم میاد جناب سروان اهل بشین 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 شما تشریف بفرمایید. اسمت چیه؟ مسلم. فامیلی؟ پور قربانی کلیشی. پور قربانی. چش. شما هم مشهدی ها؟ کمل. چیکار می‌کنی جناب؟ من تو جیبت آدامسه؟ فکر کنم آدامس میشه داداشم. مال من نیست داشتی. الان من تو جیب یا ابل. یا ابل. مال من نیست. چند تا بس توشه؟ داداشم مال من بوده قربونه برم این. یکی که تو صبح مدیدیم اونه بود تو داشت چیکار داشت تو بردم باید عدی گرفتم قربونه برام صبح مشخص میشه سرم بگیر خودت نیه برده به گفتی صبح بابا بابا حالا نگاه کن ساکت آقا ساکت تست آقا ساکت باش آقا ساکت باش به ستاد بگو من 10 بس گرفتم جای آدامس گزارش بده 10 بس داخل جای آدامس پیدا شد چی داداش 10 بس چی قربون چه زرنگه تو آدامس ریلکس هم بده آمده بهت نگاه نکنه مال این بود از جیب تو داره در میاد صبح بهم داد برام جیب تو در آورد الان داره گردن تو میگه حالا با جلو توی میگه به سرمو اجازه بده تو آقا مگه ما دادم به ما کار درست صبح نمیدی گفتی برادر آقا مسلم دیگه درسته بله تو الان میگفتی مال من نیست الان میگی مال این گردن این انداختی این داد به من داداش ماشینا نمیخوره نه اصلا به قیافش نمیخوره نه تکنیکی ان گو بیا زبون میخواد تست بگیر جناب ازش تست بگیر جناب تست بگیر ببر یه چیز بهم بگو آقا جان آقا جان فقط یه چیز بگو مصرف کننده یا اینا رو میفروشی ما داداش نه اگه بگی مصرف کننده ای برات تخفیف قائل میشم مصرف چیزی که داداشی کاری که من انجام نمیدم برای چی الان علیکی بگم این کار مال ما داداش یعنی الان اینو ببرن هر حرفی بزنن تو دادگاه بر علیه شما نه آقا جون دست یک وقتی به مدد بر چی علیکی بگم دارم مصاحبه من آقا ما یزی گرفتم شما مگه نمیگین ما یزی گرفتم چیزی من از جیب تو گرفتم آقا ما نمیدونم او چیه قربونت آقا اصلا حالا پسرمو نگاه کن تو میگفتی بیا بریم از تهران بریم بازرگانی بریم به شمال تو به من گفتی دیشب یه پیکنیک میخوام بخرم برای خونه پس هم پیکنیک میخوام چیکار کنم پسر عمودم داره گردن میگیره که کار توئه نه آقا اینا اشتباه میکنه پسر عمود داره میگه چیکار کنیم از این گرفتم میخوای جناب یه تست بگیر ازش ما بریم آقا ما چیکار کنیم آقا تست بگیرین اگه یه موقع مثبتی چیزی شد ببرنش دیگه ما هم بریم تراپ شماریه پسرم خوشم ما بریم ای بابا ما از این گرفتم ما بریم تلفن ما بریم تراپ مشات ما فراتی از اون 10 بس بگیری اون اصلا بیار پایین صدات بیار پایین تو مگه میکشی رو بیارم بابا تو صبح ندادی به ما بابا لاک کردم خودت صبح ندادی به ما امیره فامیلات میگن مال تو چه ما چیزی فراری تو دست پیکی که ما رو خراب کنن چرا خرابه چی ما تکنیکی تو پیکنیکی داداش دشمنی دارم داداش آقا جریان صبح داداش آقا یک جریان ببرش ببرش آقا داداش چه پوش میگیری ببرش یک جریان صبح ما داشت تلفنم که داداش تو خانه آقا مشخص ای بابا تشریف بیار تشریف بیار تشریف بیار داداش مقصر نه اینجا تو به سرمون پوش میگیری من مشخص میشه ایشون میگه مال شما ورزشکاری مدل بله ورزشکاری مدل به نظر شما شما بگو من به نظر من هیکلت ورزشکاره یه چهار تا حرکت ورزشی بیا چند فیگور فیگور بگی ماشاءالله نه این اصلا این کارو نیست شما ورزشکار یا معتادی ما ورزشکار یه چند تا بشین باشو ورزشکار یا ماشاءالله ماشاءالله این وسط شده ما معتاد نه تست میگیرم بشین باشو 10 تا بشین نمیتونه بشینه اینا نه تو خودت من بهت میگم سوار تنگ نپوش ببرید دستبندو بیار آقا دستبندو بیار من خبر میدم سرمو بابا بابا تو میگی برام ما رفیق دارم کوه به من مشهد میگی روز 10 نفر میبرم کم رفیق دارم یعنی بیا جان بچت برام یه کاری یاد دیگه داشی کنم پارتی بازی میخواین در بیارین جان مقصرم بابا تو اومدی اینو ببری الان رفت چهار تا پارتی بازی میخواین در بیارین داداش من نوکرتم آقا داداش شده اشتباه شده ببخشید فامیلات دارن فرار میکنن میرن اشتباه شده داداش گلم آقا تشریف بیار تشریف بیار اگه مال اینه باید بده جزاشو بکشه جناب یک کلمه فقط به من بگید این مصرفی مال خودشه یا میفروشه اگه بگی مال خودشه ولش میکنی جان اگه بگی مال خودشه ولش میکنی حالا تخفیف قائل میشی مال خودشه مال خودشه بریم 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 آقا من نوکرتم آقا دروغ میگه به خدا آقایی بریم آقا پسرمو جان ما نوکرتم دیگه نگاه کن با خدا داداشون دست من نوکر آقا ما چهار تا بچه داریم درست نیست که ما مهمونتون ما قربونت برام دیگه نکنی تو جیب تو بود آقا حالا تو جیب ما بود آقا ما معذرت میخوام از شما آقا شاد این مدت داشتنن
من از تو جیب شما گرفتم. داداشم قربونه برم، ولی چی مامان گرفتی؟ خب. حالا پسرم از ما کوچیک‌تره، گفته بذار جیب تو بزرگتر برم نگه دار. خب الان چه فشارش افتاد؟ خاطر داش فشارم نیفتاد، شما یک جور اومدی رو سرم داداش. چرا دل دعوت شد؟ آقا هول میکنه آدم دیگه، ما داداش مهمونتم قربونت برم، چی کاری به ما میکنی؟ مهمون ما مهمون سیگاریکش. حالا شما حالا داداش نه آقا اید مالی شما سوء تفاهم برات پیش اومده آقا جان. من یه چیز حقیقت بهتون بگم، راستش رو بگم، این میخنده، این پسر عموته، این خیلی کرم داره. من رفیقشم، نه این الکیه فیکه، من رفیقشم، به من گفت بیام اذیتت کنم. واه من این شده بودیم اصلا. واه. به من گفت این اینستا نداره نمیشد، از من رفیقم با هم ویدیو داد میگم هایی چی کاریه بدید رنگش عوض شد عجب داشتن دیگه حالا پسرم موی دیگه حالا دیگه الان خوبی؟ الان حالت خوبه؟ عجب داشتن مازندران پرچم بالا از گوهن بادم ببخش شوخی گردیم داشت میدید دیگه خوبی در دلش در بیار دوستم داشت اینجا فیلم میگیره دور بیرونی؟ راضی دست کن آقا بازم ببخشید اینا هم همش اینا داداش همش اون فیک الکیه دمت گرم.